سلام، جلسه هفتم از آموزش گیتار در منزل در خدمت شما هستیم. به خونه هاتون اومدم که گیتار رو با همدیگه یاد بگیریم. امیدوارم تا الان تونسته باشم حتی یه مطلبی که یاد گرفته باشید این فیلم ها باعث شده باشه اون کارایی و اون چیزی که لازم بوده رو به نتیجه برسونه. خیلی خوب، برای ادامه کار سعی کنیم که با گیتارمون بتونیم آهنگ‌های متنوع‌تر بزنیم. داخل صفحه 32 کتاب آهنگی به ما یاد داده که انواع ارزش زمانی با ضربه تکیه دار، انواع علامت‌هایی که یاد گرفته بودیم و شما اجرا می‌کنید و کار می‌کنید. آهنگ آشنایی هست. نکته ها غیر از علامت تکرارهایی که تا الان داشته بودیم، یه علامت تکرار دو میزان رو داریم ازش استفاده می‌کنیم و نکته ای که یکی از نوت های سول فرت سوم سیم اول رو بالا سرش داخل دایره نوشته دو. عدد داخل دایره کنار نوت منظور شماره سیم هست، یعنی نوت سول رو سیم دوم بزنیم. خب رو سیم دوم من نمیدونم نوت سول کجا میشه. کتاب اینو به معرفی کرده و میگه نوت سول روی سیم دوم فرت هشتم سیم دوم میشه. چرا اینجا رو معرفی کرده؟ چرا به ما میگه این نوت سول رو به جای اون نوت سول اجرا کنیم؟ چون آهنگ ما اینجا به این شکل هست، داریم میزنیم دو سی لا سی سول لا. بعد دست من از محدوده فرت 57 بپره روی فرت 3 و دوباره برگرده روی فرت 57 و این مسلما باعث میشه که آهنگ من قطع بشه و فاصله بین آهنگ من بیفته. بنابراین من این کار رو انجام میدم، به جای اینکه فرت 3 و سیم اول رو بزنم فرت 8 و سیم دوم رو اجرا میکنم. دقت کنید و بله دقیقا این صدا همون صدا هستش، یعنی این آهنگو یه قسمتیشو برای شما اجرا میکنم و شما این آهنگو کامل برای من اجرا میکنید و میزنید. دقت کنید. نکته مهم این که من علامت های تکرار رو رعایت نکردم، چون میخوام از هر قسمت بیشترین بازه و بیشترین استفاده رو داشته باشم. آهنگ ها رو کامل اجرا نمی کنم، تیتروار فقط آهنگ اصلی رو یه قسمتیشو میزنم، نکته هاشو به شما میگم و این کاریه که شما باید انجام بدید تو منزل با تمرین درست بتونید این آهنگ ها رو اجرا بکنید و بزنید. جلوتر میریم و مطالب بیشتری یاد میگیریم. قبل از اینکه یاد بگیریم، این آهنگ آهنگ خوبی بود، آهنگ جان مریم بود. گیتار جلسه اول گفتم ما از انگشت استفاده میکنیم که قابلیت‌های بیشتری از گیتار رو داشته باشیم. یعنی اگر یه نفر این آهنگو بزنه، من میتونم کنارش آکورد بزنم، آرپژ بزنم و باش همراهی کنم همین آهنگ جان مریمو، ولی در عین حال میتونم خودم به عنوان یه نوازنده هم آکورد برای خودم اجرا کنم، هم همراهی کننده خودم باشم و هم ملودی اصلی رو اجرا کنم. دقت کنید. اینم برای تنوع که حواسمون به درسامون جمع باشه. بریم جلوتر، میگیم که نوت های سیم چهارم میخوایم باش آشنا بشیم. یادآوری کنیم سیم چهارم سیم باس بود و از انگوش پی برای اجرای نوت های باس استفاده میکردیم. بسیار عالی. نوت های سیم چهارم میشناسیم، سیم آزاد چهارم نوت ره، فرت دوم سیم چهارم نوت می و فرت سوم سیم چهارم نوت فا میشه. پس اجرا میکنیم نوت ره می فا، ره می فا. و تمرین های صفحه 33 که
تمرین ترکیب نوت‌های سیم چهارم با بقیه سیم‌ها هست و اجرا می‌کنیم و حتماً برای نوت‌های سیم چهارم از انگشت پی استفاده می‌کنیم. این در حالیه که خیلی وقتا نوت‌های سیم چهارم کنار نوت‌های سیم سوم زیاد عوض میشه. اینجا کتاب به ما یه پیشنهادی میده و میگه میتونیم نوت‌های سیم چهارم هم با انگشت آی و ام اجرا کنیم، یعنی انگشت آی و ام من میتونه حتی سیمای باس هم اجرا کنه و روی سیم باس در بزنه، مثلا یعنی وقتی که من دارم اجرا میکنم از انگشت آی ام هم میتونم برای نوت‌های باس استفاده بکنم. به همین شکل توی تمرین بعدی به ما این درس رو میده که چون نوت‌های سیم باس من یعنی سیم چهارم من خیلی زیاد با نوت‌های سیم سوم ترکیب میشه، بنابراین من هی نمیام سیم سوم با آی ام بزنم و سیم چهارم با پی بزنم، میام همه نوت‌ها رو با انگشت آی ام اجرا کنم. یه قسمتش رو براتون میزنم. آکورد جدید که داریم یاد میگیریم آکورد دی یا آکورد ر ماژور هست. انگشت یک روی سیم سوم، انگشت دو روی سیم اول، انگشت سه روی سیم دوم. این آکورد میشه آکورد دی یا آکورد ر ماژور. آکورد بعدی که بهمون یاد میده آکورد ای یا آکورد لا ماژور هستش. آکورد آ، آکورد ای یا آکورد لا ماژور. انگشت دو روی سیم چهارم، زیرش انگشت سوم روی سیم سوم و زیرش انگشت چهارم روی سیم دوم قرار میگیره. دقت کنید هر سه تا انگشت داخل فرت سوم، داخل فرت دوم باشه. به این شکل آکورد ای، آکورد دی. نکته مهم اینه که آکوردهایی که در گذشته داشتیم یا با عوض کردن یه سیم یا با عوض کردن یه انگشت تغییر پیدا میکردن. نکته ای که مهمه اینه که آکوردهایی که در گذشته داشتیم یا با عوض کردن یه سیم عوض می شدن یا با عوض کردن یه انگشت، اما آکورد دی یا ر ماژور و آکورد ای باید تمام انگشت های ما تغییر کنن و نسبت به آکوردهای قبلی ما تمرین بیشتری می خواد برای اینکه هنرجو توانایی تعویض این آکورد رو با آکوردهای دیگه داشته باشه. پیشنهاد من برای اینکه آکوردها رو تعویض بکنید این هستش که آکورد جدید رو روش ضربه بزنید و به ترتیب یکی از آکوردهای قدیمی ها انتخاب کنیم عوضش کنیم و این کار رو دائما اجرا کنیم. دوباره مثلا من اول لا مینور رو ر ماژور، الان ر ماژور رو دو ماژور رو عوض میکنم، ر ماژور و می مینور. برای تعویض این دوتا آکورد هر آکوردی رو 10 بار عوض کنید، بشماریم مثلا 1. آکورد ر ماژور، می ماژور و همین کار رو انجام بدیم. حالا با آکورد لا ماژور این کار رو میکنم، لا ماژور ر مینور، لا ماژور دو ماژور و میشمارم اینا رو عوض میکنم تا تعویض کردن این آکوردها رو یاد بگیرم. دوستای خوبم، روز اول واقعا وقتی یه آکورد رو یاد میگیرید نمیتونیم اینا رو با هم عوض کنیم، باید تمرینشون بکنیم که توانایی تعویضشون رو پیدا بکنیم بتونیم عوض کنیم این آکوردها رو. در ادامه مباحث ریتم یعنی صفحه 24 و 25 به تفکیک کردن ضربه هامون میرسیم.
یعنی چی تفکیک کردن؟ تا الان فقط بهتون گفتم ضربه بزنید و ضربه تقریبا از انگشت و یه مقدار با حرکت مچ انجام میشد. الان میخوایم سعی کنیم ضربه هامون تفکیک شده تر ضربه بزنیم. یعنی چی؟ یعنی سعی کنید با انگشت پی ضربه رو به طوری به سیم وارد کنیم، طوری به سیم های گیتار وارد کنیم که ضربه روی سیم های باس بخوره و انگشت آی روی سه تا سیم پایینی یعنی سیم های تریبل بخوره. خب حالا نکته بعدی این هستش که حتما دقت بکنید وقتی میخوایم ضرب بزنیم. ممکنه رو سیم های باس میخوایم ضرب بزنیم ولی انگشتمون یکم به سیم سوم یا دوم بخوره، یا انگشت آی میخواد روی سیم های پایین ضرب بزنه یکم رو سیم های باس بخوره، این مهم نیست. مهم تفکیک شدن ضرب است که ضربه من باس و تریبلم از همدیگه تفکیک شده باشه. خیلی خوب، مثلا من الان یه باس و دوتا، یعنی یه ضربه با پی دوتا آی اجرا میکنم، یک دو سه. دقت به حرکت مچ منم بکنید، فقط انگشت حرکت نمیکنه، نیروی شتاب و انگشت من از طریق مچ داره انتقال پیدا میکنه. دقت کنید. اگر خواستید توی تفکیک شدن ضربه ها از تکنیک میوت استفاده کنید، میوت رو ما میتونیم مثل گذشته روی تمام سیم ها ضربه بزنیم. میوت یعنی بی صدای قطع کردن صدا. دقت کنید. با آکورد رو عوض کنید. تمرین آکورد سول ماژور، آکورد جی یا آکورد سول ماژور در آینده به شکلی غیر از این شکلی که ما الان داریم استفاده میکنیم میگیریمش. شاید این شکل خیلی اذیت کنه دسته هنرجو رو وقتی میخواد بگیره. انگشت دو سیم پنج فرت دوم، انگشت سوم سیم ششم فرت سوم و انگشت چهارم سیم اول فرت سوم، به این شکل. مسلماً انگشتای هنرجو برای روز اول خیلی سخت میتونه این فاصله رو بگیره، انگشت 3 و 4. من این رو دیدم که یه سری از معلم‌ها با انگشتای دیگه‌ای مثل 1 2 3 یا بعضن انگشتای دیگه‌ای این آکورد جی یا آکورد سول ماژور رو انجام میدن. این به نظر من کار صحیحی نیست. بهتره که با احترام به تمام معلمای کشورم که دارن زحمت میکشن موسیقی رو آموزش میدن و دلمون میخواد که همه با یه سبک درست و همه با یه سبک استاندارد کار کنیم، بهتره که این حرکت انگشت 4 رو داشته باشیم. معمولا انگشت 4 برای هنرجوی انگشت ضعیف هستش، یه انگشتی هستش که طول میکشه تا قدرتش مثل انگشتای دیگه بشه. من نباید این انگشت رو بذارم کنار و جایگزینی براش استفاده کنم، چون اگر درست بهش تمرین بدید میتونه یکی از بهترین و قوی ترین انگشتای شما باشه برای اجرا. خیلی خوب، من این آکورد رو سعی میکنم بگیرم، روزای اول اصلا فاصله انگشت سوم و چهارم من به وجود نمیاد، حتی از این دست استفاده میکنم که بتونم اینو اجرا کنم و آروم آروم این آکورد رو با آکوردهای دیگه عوض کنم تا قدرت من روی این آکورد سول ماژور زیاد بشه. و تمرین ریتم 4 4م، یعنی تمرین 47 صفحه 26 کتاب دارم براتون اجرا میکنم. دقت کنید، یه ضربه با پی رو سیمای باس، ضربه آی از بالا به پایین، ضربه آی از پایین به بالا، ضربه نقطه چین یعنی رد شدن و ضربه نزدن، ضربه آی از پایین به بالا، ضربه آی از پایین به از بالا به پایین، ضربه آی از پایین به بالا. دقت کنید. سرعت بهش میدم. حرکت انگشت در کنار حرکت مج، اینو خواهش میکنم ازتون که رعایت کنید که بتونیم ریتمای جلوتر رو کار کنیم. ریتم 4 4 می که داریم میگیریم یاد میگیریم، ریتمی که بعدن خیلی از ریتمای متنوع و خوبه کتابمون رو میخوایم از روش بزنیم. دقت کنید. ببین من اینو تغییر میدم چقدر ریتمای مختلف میشه از توش در آورد. باز برمیگردم رو همون ریتم کتاب شما.
یعنی با یادگیری یه سری تکنیک‌های کوچیک کنار هم دیگه و ترکیبشون با همین ریتما کلی از ریتم‌های جدیدو میتونید به دست بیارید. بریم سر مطلب بعدی که علامت دیز بود. ما علامت دیز رو یاد گرفتیم، اما اینجا میخوام بهتون بگم اگر که یه سیم آزاد دیز بشه چه اتفاقی میفته. شما میدونید که علامت دیز یعنی یک فرت بعد از اون نوت اجرا کنیم. فرت سه اگه دیز شد، فرت چهارم، فرت پنجم دیز شد، فرت ششم میگیریم. اما اگر سیم آزاد دیز شد کدوم فرت رو باید اجرا کنیم؟ یادمون میمونه که سیم آزاد عددش صفره و یه فرت بعد از صفر میشه فرت یک. پس هر سیم آزادی اگر که دیز شد، فرت اول همون سیم رو باید یاد بگیریم. اینجا داره کتاب به ما نوت سول دیز رو آموزش میده. سول سیم آزاد سوم بود، سول دیز فرت یک از سیم سوم میشه. بنابراین من تمرین 83 کتاب صفحه 36 رو دارم براتون اجرا میکنم. به این شکل اجرا میشه. نکته مهمش رو مطمئنم که دقت کردید. من از انگشت محور استفاده کردم بدون اینکه هیچ علامت خاصی داشته باشه. وقتی که یه نوت تکرار میشه، به جای اینکه من انگشتمو بذارم روی این نوت و بردارم انگشتا رو هی تعویض کنم، اون نوت که داره تکرار میشه رو انگشتمو میذارم روی این نوت باقی بمونه که اینجا انگشت محور شکل بگیره. تمرین بعدی رو دارم اجرا میکنم، از نوت سول دیز و نوت سی سیم آزاد دوم کنار هم دیگه استفاده کرده. این تمرین به این شکل اجرا میشه. و محور بودن انگشتم هم حتما حواستون بهش هست. این جلسه هم به پایان رسید. خیلی نکته های خوبی یاد گرفتیم. شاد و پیروز و پر انرژی و موفق باشید. درود بر شما.